تاریخ تمدن قسمت 398 فصل 37 علم در اصل کوپرنیک 1517 1565 این قسمت ماجلان و کشف زمین اکتشاف در قسمت های ناشناخته زمین سریعتر از نقش برداری آسمان ها پیشرفت میافت ولی اثرات آن بر روی دین و فلسفه تقریبا به همان اندازه انقلابانگیز بود زمین شناسی از کاروان ترقی علمی عقب مانده بود زیرا نظریه ی کتاب مقدس درباره آفرینش زمین چنان بر اسهان تسلط داشت که هیچ کس در پی چون و چرای آن بر نمی آمد پیترو مارتیر ورمیلی می گفت اگر در مورد آفرینش جهان عقیده برخلاف آنچه در سفر پیدایش بیان شده از قوت گیرد کلیه وعده های مسیح باطل می شود و زندگی و دین ما یک سر از بین می روند. جز اشارات پراکنده لئوناردو داوینچی مهمترین پژوهشی که در خصوص علم زمین شناسی در نیمه اول قرن 16 هم به عمل آمد توسط گئوگ آگریکولا بود بال 1546 تپه ها و کوه ها زاده دو عاملند یکی نیروی آب و دیگری قوت باد همچنین باید آتش را نام ببریم که در داخل زمین وجود دارد زیرا سیلاب ها در ابتدا خاک نم را میشوید بعدها خاک سختتر را با خود میبرد و سپس بر روی سنگها میقلتد و آنها را میخورد و بدین ترتیب در فاصله چند سال آن سیلابها دشتها و سراشیبیها را هفت میکنند بر اثر این حفاری مداوم پس از گذشت زمانهای بسیار برجستگی های بزرگ در سطح زمین به وجود میآید. نرها و رودخانه ها نیز با خاصیت هجوم آوردن و شستن خود همین نتیجه را باعث میشوند و به همین سبب غالبا آنها را می بینیم که یا در میان کوههای خیلی بلند که خود به وجود آورده جریان دارند و یا نزدیک به کناره دریا که آنها را محدود میسازد باد به دو طریق تپا و کوه را تولید می کند یا به شدت شنها را به حرکت و جنبش در می آورد و یا گاهی که پس از رانده شدن به درون فرو رفتگی های پنهانی زمین زور می آورد تا بترکت و به خارج راه باز کند از سوی دیگر کتاب درباره چگونگی فسیل‌ها ها 1546 اثر آگریکولا نخستین رساله یا اصولی و من منظمی بود که در زمینه کانی شناسی به رشته نگارش درآمد کتاب دیگرش در متالیکا حاوی نخستین تحقیق اصولی در رشته چین شناسی بود و چنان که قبلا دیدیم نخستین بار موضوع رسوب مواد کانی را از راه علمی توجیه میکرد. علم نجات شناسی دو اثر عمده به وجود آورد هیئت عالم 1544 به قلم زباستیان مونستر و توصیف افریقا 1550 نگارش لئوی آفریقایی حسن ابن محمد اللوزان که گرانادا... که از مورهای گرانادابور به سیاحت در افریقا پرداخت و از سمت جنوب تا سودان پیش رفت تا هم با همان ولع ابن بطوته به سیر آفاق و انفس به دست دریازنان مسیحی اسیر و به عنوان هدیه برای پاپ لئو دهان فرستاده شد و چون پاپ بر مراتب فضل و دانشش پی برد او را آزاد کرد و به خدمت خود پذیرفت حسن در عوض به دین مسیح درآمد و نام لئو را نیز بر خود گذاشت در مدت سی سال بعد لئو افریقایی کتاب مهم خیش را ابتدا به عربی و سپس به ایتالیایی تعلیف کرد پیش از آنکه کتاب از چاپ بیرون بیاید وی به شهر تونس بازگشت و همانجا در 1552 وفات یافت ظاهرا با ایمان به همان آین اجدادیش پیوسته گزارش های گوناگونی از جانب مبلغان دینی فاتحان اسپانیایی دریانوردان و سیاهان از اکناف جهان می رسید و دامنه اطلاع اروپاییان را نسبت به کره زمین به مقدار قابل ملاحظه توسعه میداد. اسپانیایی هایی که در این دوره مکزیک، کالیفرنیا، آمریکای مرکزی و پرو را تسخیر کردند در مرحله نخستین حادث جویانی بودند که از یک نواختی تنگ دستی و زندگی در کشورشان به سطوح می آمدند و با تیب خاطر آماده مقابله با مخاطرات سرزمین های دور افتاده و بیگانه می شدند. در میان دشواری های زندگی پرماجرا و اعمال متحورانشان این مردمان دیگر قیود و رسوم دنیای متمدن را پشت گوش انداختند آشکارا قوانین مبتنی بر زورگویی و هفتیرکشی را پیشه خود ساختند و به بهانه ترویج تمدن از انجام هیچ گونه قارت و آدم کشی کوتاهی نکردند و حال که جای شک نیست که در آن زمان شکست خوردگان متمدنتر از فاتحان بودند در این باره کافی تمدن مایا که توسط ارناندس دکورزوا در یوکاتان کشف شد 1517 امپراتوری آزتک که در عصر ازر... منتظم ها مسخر ارناندو کورتس شد 1521 و نیز جامعه سوسیالیستی و پیشرفته اینکا که در واقع تصرف پرو به فرماندهی فرانسیسکو پیسارو 1526-1532 از میان رفت را به خاطر بیاوریم اکنون دیگر نمیتوان دانست که این اقوام اگر سلاح های لازم برای دفاع از خود را در دست می با چه صورتی عالی یا دانی به تحولات بعدی تمدن خود تداوم داده بودند اکتشافات جغرافیا در حال گسترش بودند سبستیان کبت در زیر پرچم اسپانیا، آرژانتین، اوروگوه و پاراگه و پاراگه را پیگردی کرد دستو از فلوریدا و ایالات مجاور خلیج مکزیک گذشت و وارد اوکلاهاما شد پزرو د آلورانزو امپراتوری تگزاس را کشف کرد و فرانسیسکو د کورنازو از آریزونا و اوکلاهاما عبور کرد تا کانزاس پیشه کند معادن پوتوسی در بولیوی شروع به فرستادن نقره خود به اسپانیا کردند 1545 هر سال که میگذشت نقشه دنیای جدید با طلا و نقره و خون نشانه گذاری میشد در این تهاجم بزرگ انگلیسی ها و فرانسوی ها عقب مانده بودند زیرا آن قسمت هایی از آمریکا شمالی را که اسپانیایی ها و پرتغالی ها برای ایشان باقی گذارده بودند از لحاظ معادن فلز بیمایه و از جهت جنگل های انبوه بیگذرگاه بودند جوانی دا وراتسانو از طرف فرانسوای اول به امریکا اعزام شد تا از, سمت... تا از سمت شمال باختری آن معبری به سوی آسیا جستجو کند وی در کارولینای شمالی قدم به خاک گذارد و بعد وارد بندرگاه نیویورک شد و کیپکاد را دور زد و به سوی مین رفت ژاک کارتیه در زیر پرچم فرانسه رود سنت لارنس را تا مونترال طی کرد و ادعای فرانسه بر سرزمین کانادا را رسمی ساخت موثرترین واقعه در دوره این دومین نسل کاشفان آنسوی اقیانوسا گردش به دور زمین بود فرناو ماگالیا اش یک نفر پرتغالی بود که در بسیاری از اکتشافات و دستاندازی های کشور پرتغال نقش فعال داشت اما هنگامی که مقذوب دولتش واقع شد جلای وطن کرد و به خدمت اسپانیا درآمد فرنینان ماژلان در سال 1518 شال را متقاعد کرد که هزینه برای اعزام هیئتی به منظور جستن راهی از سمت جنوب باختری به آسیا بپردازد شاه جوان هنوز ثروتی به دست نیاورده بود و هر پنج کشتی که برای مسافرت ماجلان در نظر گرفته شد چنان کار کرده و فرسوده بودند که یک ناخدا آنها را نالایق برای دریانوردی خواند بزرگترینشان به ظرفیت 120 تن و کوچکترین آنها به ظرفیت 75 تن بود ملوانان مجرب حاضر به نامنویسی نبودند و ناچار میباید کارکنان کشتی ها را از بیکاره های لب آب تشکیل داد در 20 سپتامبر 1519 ناوگان اکتشافی ماجلان وارد اقیانوس اطلس شد دست کم هیئت اکتشافی این امتیاز را داشت که از تابستان اقیانوس اطلس شمالی به سوی تابستان اقیانوس اطلس جنوبی پیش رفت لاکن در ماه مارس 1520 زمستان ایشان را در میان گرفت کشتیها ها لنگر انداختند و سرنشینان آنها مجبور شدند مدت پنج ماه طولانی و خسته کننده در پاتاگونیا باقی بمانند بومیان قولپیکر که طول متوسط قامتشان به یک متر و نود سانتیمتر رسید با اسپانیایی های نسبتا کوتاه قد از در دوستی در آمدن. با این حال انواع مصائب و انواع مصائب به اندازه زیاد بودند که سه دسته از پنج دسته کارکنان کشتیها سر به شورش گذاردند ماجلان ناگزیر با مردان خود وارد جنگ شد تا آنها را وادار به پاف... به پافشاری در نیل به مقصود سازد یکی از کشتی ها از معرکه گریخت از معرکه گریخ و به اسپانیا بازگشت و یکی دیگر به سخری برخورد و متلاشی شد در روت 1520 سفر ماژلان از نو دنبال شد در حالی که هر خلیج و دهانه را آرزومند بر... هر دهانه ای را آرزومندانه بررسی میکردند تا مبادا که راه دریایی میان دوغاره یکی از همانها باشد و از چنگشان در برود در 28 نوامبر همان سال کاوش به کامیابی انجامید ناوگان تقلیل یافته وارد تنگه ای شد که به نام ماژلان معروف شده است فاصله میان دریایی به دریایی دیگر 530 کیلومتر بود که در 38 شبانه روز پیموده شد آنگاه پیشروی ملالنگی زراب های اقیانوس کبیر که به نظر بی انتها می آمد شروع شد در مدت 98 روز تنها دو جزیره کوچک دیده شدند آزوقه در تی... ته... آزوقه به طرز خطرناکی رو به کاهش گذاشت و بیماری در میان ملوانان افتاد در ششم مارس 1521 به گوام رسیدند ولی بومیان آن سرزمین را چنان ستیز جو یافتند که به راه خود ادامه دادند در ششم آوریل کنار جزایر فیلیپین بودند و روز بعد در جزیره سبو پیاده شدند در آنجا ماجلان برای آنکه بتواند آزوغه کافی به دست آورد تعهد کرد که فرمانروای محلی را در جنگ با دشمنان همسایه‌اش یاری کند وی در لشکرکشی بر ضد جزیره ماکتان شرکت جست و در 27 آوریل 1521 هنگام پیکار کشته شد گرچه ماجلان موفق به پیمودن دور زمین نشد اما نخستین کسی بود که به آرزوی کریستوف کلم جامعه عمل پوشان و با دریا نوردی مستقیم از سمت باختر به قاره آسیا راه باز کرد اکنون مرگ چنان از عده ملوانان کاسته بود که باقیماندگان تنها برای نگهداری دو کشتی کافی بودند یکی از آن دو از اقیانوس کبیر راه برگرداند و محتملا در پی طلا روانه سواهر آمریکا شد فقط کشتی ویکتوریا باقی ماند خوان سباستیان دلکانو کانو ناخدای آن کشتی کوچک را که ظرفیت 85 تن بار به دست گرفت به دریا نوردی ادامه داد از جزایر ادویو و اقیانوس هند گذشت دماغه امید نیک را دور زد و کناره باختری قاره افریقا را به سوی بالا در پیش رفت در جستجوی آزوقه سرنشینان کشتی ویکتوریا کنار یکی از جزایر کیپ ورد لنگر انداخت لیکن مورد حمله پرتغالی ها قرار گرفتند و نیمی از آنها اسیر شدند 22 نفر جان از معرکه به در بردن و در 8 سپتامبر 1522 کشتی ویکتوریا فقط با 18 تن باقی مانده از 280 نفری که اسپانیا را برای این سفر دور و دراز ترک کرده بودند و نیز عده‌ای از بومیان ماله به سویل بازگشت. یادداشت روزانه کشتی تاریخ آن روز را رو هفتم سپتامبر ثبت کرده بود اما کاردینال گاسپارو کونتارینی توضیح داد که اختلاف موجود نتیجه مسافرت به دور زمین از سمت باختر بوده است این یکی از دلاورانه ترین اقدامات تاریخی و نیز یکی از پربهره ترین قدم هایی بود که در راه تکامل علم جغرافیا برداشته شد حالا دیگر هنگامی بود که جغرافیانان میبایست کار خود را به نتیجه برسانند جامباتیستا راموزیو جغرافیدان بزرگ ایتالیا با گردآوردن آورند... گرد کلیه گزارش های پویندگان و دریانوردان در مدت سی سال کار را بر محققان آسان ساخت و این مدارک را ترجمه و آماده چاپ کرد که 13 سال پس از مرگش در سه جلد منتشر شد 1550-1559 با مقایسه میان کره جغرافیایی متعلق به سال 1520 که جزایر هند غربی را نشان میدهد اما اثری از قاره آمریکا در آن نیست و با یک خیز از روی اقیانوس باریکی میگذرد و به قاره آسیا میپیوندد و سه نقشه جهان نما که توسط دیگو ریبرو تهیه و در آنها سواحل اروپا افریقا و آسیای جنوبی با دقت کامل و کناره خاوری قاره آمریکا از نیوفنلند تا تنگه ماژلان و کناره باختری از پرو مکزیک به طور صحیح نشان داده شده اند به خوبی میتوان پی برد که مدت ده سال چه پیشرفت شایان توجهی نصیب علم جغرافیا شده بود محتملا نقشه راموزیو ونیس 1534 از قاره امریکا از روی نقشه ریبرو کشیده شده است در همان کتابخانه نقشه ابتدایی و غلطی با اجرای گرهارد مرکاتور 1538 موجود است که در آن نخستین بار دو قسمت قاره آمریکا نارش نام شمالی و جنوبی به خود گرفتند پتروس آپیانوس 1524 با تقلیل دادن فواصل جغرافیایی به اندازه گیری خرد و دقیق علم را قدم دیگری به سوی تکمیل پیش برد نتایج این کشفیات در کلیه مراحل زندگی اروپایی منعکس شد مسافرت که در فاصله سالهای 1420 تا 1560 صورت گرفت تقریبا سطح دنیای شناخته شده را چهار برابر کرد مجموعه جواهرات و کانی ها و خوردنی ها و داروهای هر سامان کشف شد و بسات گیاه شناسی، جانور شناسی، زمین شناسی و صورت غذای روزانه را رنگین ساخت مردم به این تردید افتادند که چگونه جفت این نمونه از آن همه انواع جانوران روی زمین در کشتی نوح جا گرفته بودند ادبیات تغییر ماهیت داد قصه های ای جای خود را به داستان های مسافرت های دریایی و حوادث سرزمین های دور افتاده سپردند و تکاپوی طلا جانشین جستجوی جام مقدس مسیح گشت بزرگترین تحول تجاری در تاریخ قبل از تکامل هواپیما راه اقیانوس اطلس و دیگر اقیانوس های جهان را به روی تجارت اروپا گشود و طولی نکشید که مدیترانه از لحاظ تجاری و به همان سبب پس از چندی از لحاظ فرهنگی به صورت آب پسمانتا درآمد. به عبارت دیگر مهد رونسانس از ایتالیا به کشورهای کناره اقیانوس اطلس انتقال یافت اروپا که کشتیها و توپ های بهتر و ساکنانی متعبرتر و حریستر داشت سرزمین های نویافته را یکی پس از دیگری مسخر کرد یا کوچنشین خود ساخت بومیان هر مرز و بوم به کارهای سخت و مستمر که خلاف طبیعتشان بود گمارده شدند تا برای اروپا محصولات بیشتری تهیه کنند بردهداری سازمانی بر جو... برجا پا... پا بر شد بردهداری سازمانی برجا شد قاره از همه کوچکتر جهان دولتمندترین همه قاره ها شد و دوره اروپایی کردن کره زمین آغاز گشت که اینک در زمان ما به شدت صورت معکوس به خود گرفته است مغز مغرب زمین بر اثر دوری دوری و پهناوری و تنوع سرزمین های نویافته با نیروی فراوان به جنبش درآمد. عادات و اخلاق نسبیتی جغرافیایی یافتند و اقوال مسلم و احکام قطعی را ریشه کن ساختند حالا دیگر مسیحیت نیز میبایست در سرزمین های تازه یعنی به عنوان دین قاره کوچک در میان دنیای از دینهای رقیب مورد سنجش و مطالعه قرار گیرد همانطور که اومانیسم دنیای قبل از ظهور مسیح همانطور که اومانیسم دنیای قبل از ظهور مسیح را کشف کرده بود و همانطور که کوپرنیک ناچیزی نجومی کره زمین را بر اسهان آشکار ساخته بود به همان طریق نیست اکتشاف و پویش زمین و تجارتی که به دنبال آن گسترش یافت سرزمین های پهناور را که دور از دسترس مسیحیت و بی به آن بودند بر جهانیان گشود اعتبار افکار ارسطو و بقیه فلاسفه یونان تزلزل یافت زیرا معلوم شد که ایشان چه جزء ناچیزی از پهنای زمین را شناخته بودند بتپرستی شورانگیزی که رونسانس نسبت به یونان باستان در سرداش سردی گرفت و بشر باد کرده از غرور کشفیات نوینش آماده شد که کاهش ارزش نجومی خیش را در برابر گسترش دامنه دانش و تجارتش نادیده انگارد علم و فلسفه امروزی قد برافراشتند و وظیفه تاریخی و سنگین از نو درک کردن جهان را به دوش خود برداشتند رستاخیز زیستشناسی علوم زیستشناسی که از دوره حکمای یونان به بعد پیشرفتی نیافته بود اینک زندگی نوین یافت گیاهشناسی کوششی سخت به کار برد تا خویشتن را از ملازمت داروسازی برهاند و بر دو پای خود استوار بماند و موفق هم شد اما باز اختیارداران آن به طرزی اجتناب ناپذیر پزشکان بودند اوتو برونفلس پزشک شهر برن نهزت را با تعلیف 1530-1536 کتاب سوور زندگی گیاهان آغاز کرد بیشتر مثل این اثر اختباس هایی بود از نوشته های دیوسکوریدس و متقدمان دیگر اما همچنین حاوی توصیفات دقیقی از انواع گیاهان بومی آلمان بود به علاوه تعداد 135 باسمه چوبی داشت که هنوز نمونه های کاملی از دقت نظر و امانت قلمند اوریکیوس کردوس پزشک شهر برمن نخستین باغ گیاهان را در شمار کوه آلپ تأسیس کرد 1530 با تعلیف کتاب زبان حال گیاهان 1534 اولین خلاصه مستقل از آن علم نو ساخته نو را به وجود آورد و سپس به دنیای پزشکی خود بازگشت و کتاب ادرار را نگاشت پسرش والریوس کوردوس در جستجوی گیاهان بیباکانه به هر سو روان شد و در 39 سالگی جان خود را بر سر آنکار گذاشت 1544 اما نتیجه فداکاریش در کتاب تاریخ گیاهان که بعد از مرگش به چاپ رسید و حاوی شرح دقیق و روشن 509 گیاه تازه بود باقی ماند لئونارد فوکس استاد و پزشک توبینگن نخست شناسی را از لحاظ داروسازی اما بعد به خاطر خود آن علم و لذتی که از آن میبرد مورد بررسی قرار داد کتاب تاریخ انواع گیاهان وی 1542 نمونه کاملی بود از علاقه و فداکاری در راه علم فوکس در خلال 340 سه فصل 343 نوع مختلف از گیاهان را تجزیه و تشریح کرد و آنها را به کمک 515 باسمه چوبی که هر کدامشان یک صفحه نیم کتاب را می گرفت مصور ساخت وی کتاب, وی کتاب مشروحتری با 1500 تصویر برای چاپ آماده کرد اما هیچ ناشری حاضر نشد هزینه یه هنگفت چاپ آن را براهده گیرد یادگار زنده ای که از او باقی نوع گیاه فوکسیاست شاید مهمترین خدمتی که در این دوره به پیشرفت علم زیست شناسی شد نتیجه ای بود که پیر بلون در تحقیقات خود گرفت و در کتابش تاریخ پرندگان 1555 با اقامه دلایل به ثبوت رساند یعنی موضوع شگفتانگیز تشابه یا قابلیت انتباق استخوانهای انسان به استخوانهای پرندگان اما بزرگترین شخصیت این دوره در زمینه علوم طبیعی کنراد گنسر بود جنسر زاده خانواده توهیده است در زوریخ بود 1516 و چنان استعداد و پشتکاری از خود بروز داد که اهل شهر به پیروی از چند نفر مشبق هزینه تحصیلات عالی او را در استراسبورگ، برج، پاریس و بال از کیسه کرم خود تامین کردند و 1500 تصویر خطی کشید و یا جمعوری کرد تا تاریخ گیاهان خود را مصور سازد اما هزینه چاپان به اندازه سنگین بود که تا سال 1751 نسخه خطی وی به همان حال باقی ماند ردبندی ای که گسنر از انواع گیاهان بر حسب ساختمان دستگاه تولید مثلشان به عمل آورده بود دیرتر از آن به زیور چاپ آراسته شد که مورد استفاده کارل فون لینه قرار گیرد گسنر در زمان حیاتش چهار جلد و کتاب چهار جلد کتاب مفصل خود و تاریخ جانوران را منتشر ساخت و جلد پنجم آن را چاپ نشده باقی گذاشت در این مجموعه عظیم هر جنسی از جانوران با نام لاتینی خود صورتبندی و هیئت ظاهر خواستگاه مسکن عادات بیماریها و خواص مغزی عاطفی و, و نیز موارد استفاده پزشکی و خانگی و همچنین مقام ادبی هر یک از آنها به جزئیات می میشد ردمندی جانوران در این اثر به جای آنکه علمی باشد بر حسب نظم الفبایی بود اما اطلاعاتی که به دست میداد به اندازه جامع و سودبند بودند که علم زیستشناسی را شکل داد و به صورت رشته مستقل در آورد گسنر که از این همه کار هنوز به اندازه کافی فرسوده نشده بود کمر به نگارش کتابخانه جهانی در 21 جلد بست و در آن فهرست تمامی کتاب‌های شناخته شده یونانی و لاتینی و عبری را گرد آورد وی 20 جلد آن را به پایان رساند و لقب پدر کتاب شناسی گرفت کتاب توصیف کوه پیلات وی 1541 ظاهرا نخواستین اثر چاپ شده ای بود که در آن کوه ها به عنوان مظاهری از زیبایی مورد بحث و توصیف قرار گرفته بودند همه این اقدامات در سال 1541 تا 1565 به انجام رسیدند و در همین سال کنراد گسنر که مظهر مجسم روح پژوهش علمی بود درگذشت در همان اوان کتاب درباره روح و زندگی 1538 اثر خوان ویوس تقریبا علم روانشناسی تجربی کنون را پایگذاری کرد گویی ویوس برای تفره رفتن از بحث پیرامون آن شک علمی که میبایست دو قرن بعد دیوید هیوم درباره وجود ذهن مجزا از اعمال مغزی عرضه بدارد به شاگردان خود در آن زمان نصیحت میکرد که هیچ وقت نپرسند ذهن یا روح چیست زیرا به گمان وی بشر هرگز حقیقت آن را در نخواهد یا بلکه باید در پی آن باشند که بدانند زه چه می کند اندرز دیگر ویوس آن بود که روانشناسی نباید دیگر وارد بحث و نظر بافی های مابعد و طبیعی شود بلکه باید به صورت علمی مبتنی بر مشاهدات معین و مدون درآید در این مورد ویوس یک قرن زودتر از فرانسیس بیکن تکیه بر روش استقرا استقرار زده و اهمیت آن را خاطر نشان ساخته بود وی به طور مشروح و دقیق مباحثیشون تداعی معانی طرز عمل و تکامل یافتن حافظه روش یادگیری و اثر حس و هیجان را مورد پژوهش قرار داد در کتاب او علم روانشناسی را مشاهده می کنیم که مانند بسیاری دیگر از علوم پیش از خود با زجر و زحمت از رحم مادر مشترکشان یعنی فلسفه قدم به عرصه وجود می گذارد. وسالیوس در سال 1543 آندراس وسالیوس کتابی منتشر ساخت که سر ویلیام اوسلر آن را بزرگترین اثر پزشکی دانست که تا آن زمان نگارش یافته بود پدرش آندراس وسل دارو فروش معتبری در, شهر... در شهر, بروکسل بود پدر بزرگش طبیب مخصوص ماری دو برگونی و شوهرش ماکسیمیلیان اول بود جدش پزشک شهری بروکسل بود جد بزرگش نیز پزشکی بود که شرحی بر قانون ابو علی سینا نوشته بود و سیالوس که در چنین محیط خانوادگی به دنیا آمد از ابتدای کودکی عشق شدیدی به کالبوت پیدا کرد هیچ جانوری از دست او در نبود سگ گربه موش توسط وی با دقت تمام کالبوت شکافی می شدن. اما در عین حال به تحصیلات دیگر خود نیز می پرداخت در 22 سالگی به زبان لاتینی سخنرانی می کرد و یونانی را به سهولت می خاند. در دانشگاه پاریس کالبوشکافی کالبو شکافی را زیر نظر ژاک دوبوا که بسیاری از نامهای عضلات و رگهای خونی بدن انسان یادگار اوست تحصیل کرد 1533 1536 وسیالوس نیز مانند استادان خود عقاید جالینوس را چون کتاب مقدس قبول داشت اما برای تجربه علمی و کالبد شکافی به مراتب احترام بیشتری قائل بود وی به همراه چند تن از همشاگردی هایش غالبا به بازدید محلی که استخوان‌های بیرون کشیده شده از گورستان را در آن انبار می کردن می رفت و در نتیجه این تمرین چنان به قسمت های مختلف اسکلت آدمی آشنایی دقیق پیدا کرد که بنا به گفته خودش ما حتی گاهی جرأت می کردیم با دوستان ما شرط ببندیم که با چشمان بسته هر استخوانی را که به دستمان بدهند به درستی نام بریم در سر, در سر کلاس درس استاد دوبوا شناس جوان و جسور مکررن جای دلاک و شکست بند را که از طرف استاد پزشک معمور کالبوش کافی عملی بود می گرفت و خود با مهارت تام از و مربوط به درس را برای شاگردان توضیح میداد. هنگامی که شارل پنجم به فرانسه حمله کرد 1536 وسالیوس در شهر لوون گوشه گرفت چون در آن شهر به سبب فقدان کالبد آدمی کار مطالعاتش دچار وقفه شد با یکی از دوستانش به نام جما فریزیوس که بعدها ریاضیدان مشهوری شد به جستجو پرداختند و بر حسب تصادف جسدی به دست آوردند گزارش وی در این باره حاکی از علاقه شدید وی به پژوهش علمی است هنگامی که در جستجوی استخوانها در جاده بیرون شهر قدم میزدیم در همان محلی که معمولا اجساد اعدام شدگان را میگذارند ناگهان به جسد خشک شده ای رسیدیم استخوان ها به کلی برهنه و تنها به وسیله ربات ها به یکدیگر متصل بودند اول استخوان ران را بیرون کشیدم بعد نوبت به جمع آوری استخوان های کتف بازو و دست رسید پس از آنکه ضمن رفت آمد های مکرر و پنهانی استخوان های دست و پا را به خانه بردم یک بار شب در بیرون شهر ماندم تا دروازه را به رویم بستند زیرا میخواستم قفسه سینه جسد را به بست... که به زنجیری بسته شده بود به شنگ بیاورم من در آتش اشتیاق میسوختم روز بعد آن, روز بعد آن و را تکه تکه از دروازه دیگری به خانه هم بردم شهردار بر این راز پی برد و از آن به بعد در هر فرصت مناسب جسد مردهی به کلاس درس شناسی وی میفرستاد و چنان که وسالیوس نقل می کند خود شهردار هم مرتبا در سر کلاس شکافی او حاضر میشد مردی با چنان آتش شوق نمی توانست خود را خونسر نگاه دارد وی با یکی از معلمان درباره روش های رگزنی وارد مباحثه تندی شد روبن را ترک کرد 1537 مسیر و رودخانه راین را در پیش گرفت و پس از عبور از آلف به ایتالیا رسید او در همان زمان چنان در علوم طبیعی تبهر طب داشت که قبل از پایان سال درجه دکترای خود را با امتیاز حد اکثر تخفیف در هزینه اخذ دانشنامه از دانشگاه پادوا دریافت کرد زیرا به موجب مقررات آن دانشگاه هرچه پایه کوشش و لیاقت دانشجویی بالاتر بود هزینه اعطای دانشنامهاش کمتر میشد فردای همان روز 6 دسامبر 1536 سنای ونیز او را به استادی کالبوت شناسی و جراحی دانشگاه پادوا تعیین کرد وسالیوس در این موقع 23 سال داشت در مدت 6 سال بعد وی در پادوا بولونیا و پیزا به تدریس ادامه داد در حالی که با دست خود صدها کالبوت می شکاف و گاهی نیز آثار کوچکی منتشر می ساخت با راهنمایی وسالیوس یان استفان وان کالکار یکی از شاگردان تیسین شش لوحه تصویر از بدن آدمی ساخت که به عنوان جدول نمایشگر آلات تناسلی چاپ و منتشر شد 1538 سال بعد وسالیوس با نوشتن نامه ای درباره رگزنی پاره از نتایج تجربیات خود درباره مجموعه رگهای بدن را شهر داد و این مشاهدات زمینه را برای کشف گردش خون آماده ساخت در سال 1541 و 1542 به اتفاق عده دیگری از دانشمندان به انتشار چاپ تازه از متن یونانی کتاب جالینوس دست زد و از اشتباهات متعدد جالینوس درباره مطالبی که ممکن بود با ساده ترین کال بود شکافی انسانی حقیقت آنها را معلوم داشت دچار شگفتی بسیار شد از جمله آن که به گفته جالینوس فک پایینی انسان از دو قسمت تشکیل میافت و از سخان جناخ هفت جزء مجزا داشت و کبد از چند لخته به وجود می آمد تنها با این فرض که جالینوس تجربیات کالبوشکافی کافی خود را فقط بر روی جانوران انجام می داده است ممکن بود اشتباهات وی را معذور دانست وسالیوس حس می کرد وقت آن رسیده است که در علم کالبوت بدن آدمی تجدید نظر به عمل آید و اساس آن بر کالبوت شکافی جسد خود انسان گذارده شود و این مشغول تهیه شاهکار خود بود هنگامی که یوهانس اوپورینوس در 1543 در شهر بال کتاب 66... 663 صفحه واسالیوس به نام درباره ساختمان بدن انسان را در قطع بزرگ منتشر ساخت آنچه میبایست در وحله نخست موجب شگف... شگفتی خواننده اش شده باشد صف... صفحه عنوان آن بود با گراوری شایسته قلم دوور که وسالیوس را در حال عرصه داشتن کالبوشناسی کالبوشناسی بازوی تشریح کرده و تعداد پنجاه نفر شاگردانش را در حال تماشای آن مصور می ساخت. در مرحله بعد نوبت به نخستین تصاویر آن کتاب میرسد که عبارت بود از 227 باسمه چوبی که با دقتی بیمانند در نشان دادن خصوصیات کالبد انسان و نیز با کمال مهارت فنی به قلم وان کالکار طراحی شده بودند این باسمه ها به اندازه عالی بودند که کسانی آنها را محصول کار تیستین و شاید نتیجه نظارت او بر پنجه طراح دانستند که در رد این نظر کافی است تصریح کنیم که تعدادی از آن تصاویر کار خود وسالیوس بودند وی شخصا در حمله باسمه چوبی از ونیز به بال نظارت کرد و با مراقبت تمام آنها را بر پشت قاطر از کوههای آلپ گذراند وقتی چاپ کتاب به پایان رسید باسمهای با چوبی کاملا سالم ماندن که بعدا آنها را خریداری کردند و دست به دست چرخاندن تا پس از چندی رد آنها گم شد و در 1893 مجموعه آنها پنهان, مجموعه آنها پنهان شده در کتابخانه دانشگاه مونیخ یافت شد و در جنگ جهانی دوم بمباران آنها را از بین برد آنچه بیشتر از این تصاویر موجب شگفتی می شد متن کتاب بود از پیشرفتهای های صنعت چاپ گرفته تا انقلابی در عالم علم که به قلم جوانی 29 ساله نوشته شده بود و در دوره تسلط فکری جالینوس در علم کالب و شناسی را و دوره تسلط فکری جالینوس در علم کالبدشناسی را به پایان می‌رساند یعنی به اتکای اتها... مشاهده و کالبدشکافی عملی در آن علم تجدید نظر می‌کرد و در نتیجه اساس طبیعی علم پزشکی امروزی را که در واقع با این کتاب آغاز شده از پیریزی میکرد در این کتاب برای نخستین بار مسیر مسیر و وریتا و کالبوت شناسی قلب به طور صحیح و حقیقی وضع شده بودند و نیز در همین کتاب بود که وسالیوس اعلامیه تاریخی خود را بیان داشت و در مورد کالبوت شناسی قلب و کالبوت شکافی عملی ثابت کرد که برخلاف گفته هیچ گونه خلل و فورجی ما بین دو بطن قلب وجود ندارد تا خون به وسیله آنها از یکی به دیگری برود بدین ترتیب راه برای پیشروی های بعدی سروتوس و کلومبو و هاری هموار شد وسالیوس نظریات جالینوس را به کر را تصیح کرد مثلا در مورد کبد, کبد مجرای صفرا استخوان فک بالا و رحم اما خود او نیز از اشتباهات بسیار حتی در هنگام مشاهدات تجربی به دور نماند به طوری که سرانجام موفق نشد با یک خیز فکری از کالبوشناسی دقیق قلب به کشف گردش خون پی برد در عوض این اثر مهم پر است از وصف صحیح ده ها عضو بدن انسان که پس از وی به هیچ وجه به طور کامل شناخته نشده بودند وسالیوس با دست های ماهر و مطمئن خود قسمت های مختلف بدن را در برابر دیدگان علم شکافت وی از معایب حاصل از خسایل خود رنج بسیار برد همان غروری که او را طی سالها تحصیل و تحقیق ثابت قدم نگاه داشت موجب زودرنجی اخلاقی قفلت در بجا آوردن حق پیشقدمان و حساسیت رقیبانش نیست شد او چنان شیفته ی آن کتاب مقدس واقعی یعنی بدن آدمی و طبیعت بشر بود که بیپروا بسیار از آلمان الهی را از خود آزرد خاطر ساخت چنان که مثلا با تمسخر اشاره به روحانیانی میکرد که هنگام بحث و کافی آلات تناسلی با اشتیاق خاص در جلسه درسش حاضر میشدند به این ترتیب سالیوس دشمنانی برای خود تهیه کرد و گرچه اشخاصی چون گسنر و فالوپیوس بر کار او آفرین میخواندند اما بیشتر استادان سال خورده از جمله معلم سابق خودش دوبوا او را متهم به گستاخی و تازه کاری می کردن و صد فرصتی بودند که در آثارش نقص و اشتباهی پیدا کنند دوبوا توضیح میداد که جالینوس راه خطا نرفته بلکه بدن انسان از زمان او به بعد تغییر شکل یافته است مثلا می گفت استخان راست ران انسان که همه, ان... که همه کسب آسانی میبیند و برخلاف توصیف جالینوس انحنایی ندارد نتیجه است که در همان عصر بر اثر پوشیدن شلوارهای تنگ اروپاییان به وجود آمده بود وسالیوس در 1944 ایتالیا را ترک کرد و به سمت دومین پزشک درباری به خدمت شارل پنجم درآمد همان فرمان روایی که وسالیوس قبلا کتاب درباره ساختمان بدن انسان را به وی اهدا کرده بود در همان سال پدرش وفات یافت و اندوخته بزرگی برای او به ارث گذاشت وسالیوس همسری گرفت و در بروکسل خانه قشنگی برای خود ترتیب داد در 1555 چاپ دوم کتاب درباره ساختمان بدن انسان با متن افزایش یافته و تصیح شده منتشر شد در آنجا نشان داده شده بود که از راه تنفس مصنوعی ممکن است جانوری را که سینه اش شکافته شده است برای مدتی زنده نگاه, داشت و همچنین میشد قلب از حرکت بازمانده را گاهی اوقات به کمک دم آهنگری به حرکت در آورد از آن پس دیگر وسالیوس به پیشرفت کالبدشناسی خدمت تازه ای نکرد وی عمر خود را وقف پرسراری امپراتور و دیگر ملتزمانش ساخت و ضمنا بیشتر به تمرین و تحصیل جراحی پرداخت چون شارل از سلطنت استعفا کرد وسالیوس پزشک دوم فیلیپ دوم شد در ژانویه 1559 شاه او را به کمک آمبروز فرستاد تا متفقا به درمان هانری دوم که زخمی شده بود اقدام کنند شاید که او را از مرگ نجات دهند وسالیوس با آزمایش های بالینی نشان داد که هیچ گونه امکانی برای بهبودی بیمار وجود ندارد کمی بعد در همان سال و سالیوس و خانوادهش در التزام رکاب فیلیپ به اسپانیا بازگشتند دیگرانی در خلال این ایام به تکامل علم کاربوشناسی کمک کردند جان باتیستا کانو دریچه وریدی, را ش... دریچه وریدی را شناخت و یادداشت کرد 1547 سروتوس نحوه جریان ریوی خون را توضیح داد 1553 رئالدو کولومبو همان جریان را دوباره کشف کرد 1558 و با تجربه ای روی قلب زنده عملا به ثبوت رساند اما هفتاد سال دیگر زمان لازم بود تا هاری به کشف تحول انگیز خود نایل آید و جریان گردش خون از قلب به ریه ها به قلب به شریان ها به وریدها و به قلب را به طور دقیق شرح ابن نفیس پزشک عرب در سال 1285 بر بروتوس پیش دستی جسته و جریان ریوی خون را توصیف کرده بود و محتملا روایتی از اصول تعلیمات وی به خاک اسپانیا رخنه کرده و دنباله آن تا دوره جوانی سروتوس ادامه داشته است هنوز حوادثی در زندگی وسالیوس باقی مانده بود پزشکان بومی در پزشکان بومی درباره اسپانیا مایه افتخار خود میدانستند که تشخیصها و درمان های وسالیوس را به چیزی نشمارند هنگامی که دون کارلوس یگان فرزند فیلیپ بر اثر پرد شدن دچار تکان خوردگی مغز شد 1562 وسالیوس برای درمان وی شکافتن جمجمه را تجویز کرد پیشنهاد او از طرف همکارانش رد شد و جوان به پای مرگ رسید آثار قدیسان و تلسپا را بر روی زخم نهادن و دینداران پریزگار خود را به شلاق بستند تا آسمان را وادار کنند درمان معجزه آسایی برای جوان نازل سازد که به جای نرسیدند ویسالیوس بار دیگر اصرار به شگفتن جمجمه کرد سرانجام این کار عملی گشت و مقدار زیادی چرک از مغز بیمار بیرون کشیده شد به زودی حال شاهزاده رو به بهبودی گذاشت و فیلیپ دوم هشت روز پس از آن در مراسم دینی با شکوه شرکت جست تا شکر خداوند بخشنده را به جای آرد دو سال بعد وسالیوس اسپانیا را به عللی که هنوز مورد مناقشه است ترک کرد آمبروز پاره از بوت شناسی سخن میگوید که باش از شناسی سخن میگوید که با شکافتن جسد زنی که ظاهرا بر اثر اختلاق رحم مرده بود نصف بیشتر اهالی اسپانیا را بر ضد خود شوراند به گفته ی پاره جراح با فرود آوردن ضربه تیغ جراحی خود زن مرده را به حیات بازگرداند و چنان موجب تحسین و وحشت باطنی کلیه نزدیکان آن زن شد که همگی ایشان آن پزشک را با وجود حسن شهرت و سابقه ای که داشت منفور و بدنام خواندند بدیهی است که نزدیکان هر مرده ای عموما این گونه درمان های نامنتظر را خوش ندارند جراحی هگونوی، جراح هوگنای ما چنین به روایت خود ادامه می‌دهد بنابراین طبیب مزبور فکر کرد که راه چاره دیگر برای زنده ماندنش باقی نمانده است جز آن که جلای وطن کند اوبرلانگه یکی دیگر از هگونه های... ها نظیر چنین داستانی را درباره پزشکی به نام وسیالوس نقل کرده 1579 و اظهار داشته است که وسالیوس به گناه شکافتن کالبد یک انسان زنده توسط دستگاه تفتیش افکار دستگیر شد و با وعده آنکه که برای توبه از گناهانش به زیارت فلسطین برود توانست خود را از آن مخمسه رهایی دهد اما هیچ یک از منابع تاریخی آن زمان ذکری از این واقعه به میان نیاورده است و تاریخ نویسان مسیحی نیز آن را افسانه بیش ندانستند شاید وسالیوس فقط از اسپانیا خسته شده و آن را ترک کرده بود وی به ایتالیا بازگشت و ظاهرا از ونیز به قصد بیت المقدس سوار کشتی شد آوریل 1564 در بازگشت کشتی غرق شد و او بر, جزائر... بر, جزیره زانت در ساحل باختری یونان افتاد و بر اثر نرسیدن کمک جان داد 15 اکتبر 1564 وسالیوس 50 سال عمر کرد در همان سال مرگ وسالیوس بود که میکلانج مرد و شکسپیر به دنیا آمد حالا دیگر شکوهی که مدت یک قرن چشپا را به سوی ایتالیا خیره داشته بود رو به جانب شمال می آورد پیدایش جراحی با وجود ترقیات کالبدشناسی علم و فن پزشکی هنوز تابع عقاید و گفته های بزرگان یونانی و عرب بود شهادت حواس به زحمت می توانست در برابر کلام جالینوس و ابو علی سینا پایداری کند حتی وسالیوس پس از آنکه توانسته بود با کلب و چکافی خود گفته های جالینوس را رد کند می گفت من به زهوت می توانم با چشمان خود ات... به چشمان خود اعتماد داشته باشم چاپا یا ترجمه های آثار جالینوس و بغرات ضمن که دانش کهنه را رواج می دادن راه را نیز بر تجربیات نو می بستند اینن همان گونه که کوشش های پتراک و رونسار در سرودن هماسه های به سبک ویرژیل موجب انحراف نبوغ ذاتیشان شد هنگامی که لیناکر دارالعلمی را که بعدها به نام کالج سلطنت پزشکان خوانده شد بنیان نهاد 1518 متون اصلی که در آنجا تدریس می‌شدند هایی بودند که خود او از آثار جالینوس تهیه کرده بود روش درمانی از داروهای تازه وارد به اروپا استفاده کرد گنه گنه و ریواس از آمریکا زنجبیل از سوماترا میخک از جزیره ادویه و کافور از چین و همین پیشرفت موجب توسعه استعمال گیاهان بومی نیست شد درمان بیماری سفلیس به وسیله کرده چوب گایاک گاهی که از جزایر هند غربی به اروپا وارد شد، چنان رواج یافت، گیاهی, گیاهی که از جزایر هند غربی به اروپا وارد شد، چنان رواج که خاندان فوگر توانست با گرفتن انحصار فروش آن در سراسر قلمرو فرمانروایی بدهکاریش، یا بدهکارش یعنی شال پنجم ثروت خود را دو چندان سازد. تنگ دستی و ناپاکیزگی توده های مردم همیشه بیماری ها را در پیش و در, در و در درمان ها را در پس غافله نگاه می داشت توده های پهن و مدفوع باقی از چارپایان هوا را مسموم و گاهی خیابان ها را آلوده می ساخت شهر پاریس دارای گندابروهایی بود که هانری دوم پیشنهاد کرد مخرج آنها را به رودستان باز کنن. اما مقاومت شهرداری با این توضیح که رودستان تنها منبع آب آشامیدنی نیمی از اهالی است او را از آن نقشه منصرف کرد در 1532 انگلستان هیئت‌هایی را مأمور مطالعه در موضوع ساخت گنداب رو برای شهر موضوع ساخت گنداب رو برای شهرهای کشور کرد اما تا سال 1844 تنها دو شهر انگلیسی وجود داشت که در آن هزینه جمعآوری زباله از محله های محقر جزو مخارج عمومی منظور میشد بیماری های همهگیر کمتر از قرون وسطا رواج داشتند اما آنچه گاه به گاه اتفاق میافتاد همراه با تب زایمانی کشنده و مرگ و میر کودکان کافی بود که جمعیت اروپا را تقریبا به طور ثابت نگاه دارد و ازدیاد آن را مانع شود در میان سالهای 1500 تا 1568 بیماری تاون تا مکررن خاک آلمان و فرانسه را مورد حجوم خود قرار داد تب تیفوس در اثر مهاجرات شپش به سالهای 1422 1577 1568 و در انگلستان در انگلستان شیوع یافت بیماری تعریق شاید نوع آنفولانزای انگلیسی را در سالهای 1528 1529 1551 1578 آلمان را در سالهای 1543 1545 و فرانسه را در سالهای 1550 و 51 به باد کشتار گرفت چنانکه روایت شده است تلفات این بیماری در هر یک از شهرهای هامبورگ و آخن در مدت چند روز به هزار نفر رسید بیماری آنفولانزا را نتیجه تاثیرات آسمانی می دانستند و نام آن نیز دلالت بر همین معنا دارد تا اون در سال 1562 دو بار در آلمان ظاهر شد و در نورنبرگ از چهل هزار سکنه نو هزار نفر را به خاک هلاکت انداخت گرچه باید کلیه آمارهای تا اون را اندازه مبالغه آمیز دانست جنبههای های شادی بخش تر تصویر آن از از میان رفتن تدریجی بیماری جذام و اختلالات روحی و عصبی که به نام رقص قدیس ویتوس خوانده می شدن بود پزشکی علمی خیلی کنتر از پزشکی نظری پیشرفت یافت شیادان دارو فروش دورگرد هنوز فراوان بودند و با وجود پاره قوانین ممانعت کننده باز هم پرداختن به پزشکی بدون در دست داشتن دانشنامه رسمی آسان بود بیشتر کودکان با دست قابلگان راه به دنیای زندگان میافتند تخصص هنوز صورت تحقق به خود نگرفته بود دندان پزشکی از پزشکی و جراحی جدایی نداشت دلاکان شکسته شکست بند دندان نیز میکشیدند و در جای خالی آن دندان قطع آجی میگذاشتند تقریبا عموم پزشکان کارهای جراحی عادی را به دست همین دلاک ها می سپردند اما باید دانست که بیشتر آنها تنها دلاک نبودند بلکه مردانی تعلیم یافته و مجرب بودند آمبراز پاره به عنوان شاگرد دلاک شروع به کار کرد و به مقام جراح مخصوص شاهان ارتقا یافت وی که زاده بورارسان برارسان بود 1517 خود را به پاریس رساند و دکه کوچک خود را در میان سن میشل به پا کرد در جنگ سال 1536 به سمت جراح هنگ به خدمت گرفته شد در ضمن معالجه سربازان وی نیز این نظریه رایج را پذیرفت که عموم زخم های گلوله سمی هستند و مانند وسیالوس از همان روش درمان متداول که عبارت از داغ کردن زخم با روغن جوشان پیروی کرد و این همان درمانی بود که درد را تبدیل به تشنج می ساخت یک شب روغن تمام شد و فقدان آن آمبروز و فقدان آم اجباراً اجبارا سربازان با مرهمی است، مخلوط زرده تخم مرغ و اساره گل سرخ بست فردای آن روز چنین یادداشت کرد شب گذشته از حجوم مدام افکار درباره سربازانی که نتوانسته بودم پایشان را روغن داغ کنم خواب به چشمانم نیامد انتظار داشتم روز بعد همه آنها را مرده بیابم با این فکر صبح زود از جا برخواستم تا از ایشان ایادت کنم با کمال حیرت مشاهده کردم آنهایی را که با مرهم درمان کرده بودم درد بسیار کمی در زخمهایشان داشتند بدون اندک تورمی و شب راحتی را گذرانده بودند اما آن دیگرانی که زخمهایشان با روغن جوشان درمان شده بود تب شدیدی داشتند و زخمهایشان ورم کرده و سخت دردناک بودند از آن پس تصمیم گرفتم که دیگر با آن روش بیرحمانه و پردر زخمی های بیچاره را داغ نکنم پاره با آنکه تحصیلات عالی نکرده بود در سال 1545 کتاب کوچکی درباره روش درمان زخم منتشر ساخت که هم اکنون نیز یکی از کتاب کلاسیک پزشکی به شمار می در جنگ سال 1552 به ثابت کرد که در هنگام قطع کردن عضوی بستن شرایان برای بند آوردن خون بر روش روغنکاری روغن کردن محل قطع شده ترجیح دارد چون به دست دشمن اسیر شد با انجام جراحی های نجات بخش آزادی خود را باز خرید در بازگشت به پاریس پاره به ریاست بخش جراحی کالج سان کوم منصوب شد چیزی که سوربون را به وحشت انداخت چیزی که سوربون را به وحشت انداخت زیرا در آنجا استادی که بی بهره از زبان لاتینی بود جزو موجودات عجیب الخلقه ی عالم زیست شناسی شمرده میشد با وجود این وی جراح مخصوص آنری دوم بعد فرانسوا دوم و بعد شال نهم شد و گرچه از هوگونه ها بود اما در کشتار در به فرمان پادشاه، در... اما در کشدار به فرمان پادشاه آسیبی به او نرسید دو کتاب جراحی او 1573 از لحاظ نظری چیزی بر علم جراحی نیفزود اما به جراحی عملی خدمت شایان کرد وی ابزارهای تازه اختراع نمود استفاده از اوزهای مصنوعی را متداول ساخت برای درمان فتق استفاده از فتق بند را معمول کرد نقص از پا نقص از پا متولد شدن نوزاد را در وضع حمل برطرف ساخت در رفتگی مفصل آرنج را برای نخستین بار جا انداخت مسمومیت بر اثر گاز زغال را شهر داد و اعلام داشت که مگس ناقل بیماری است پاسخ آمراز به تبریگاتی است که پس از موفقیت در این عمل جراحی مشکل از هر طرف نسارش شد در تاریخ پزشکی در تاریخ پزشکی معروف مانده است من درمانش کردم و خداوند شفایش داد پاره به سال 1590 در 73 سالگی درگذشت در حالی که صلاحیت و مقام جراحان را به میزان قابل ملاحظه بالا برده و کشور فرانسه را در جراحی به پایه ای رسانده بود که تا چند قرن بعد فرانسه همچنان پیشوایی خود را در آن علم محفوظ نگاه داشته بود جلسه آینده پاراسلسوس و دکترها